با یک گزارش ویژه در خدمت شما هستیم. ما با کسی هستم امروز که در میان 40 کشور مقام نخست بر افغانستان کسب کرده، صبغت الله حیدری و پدرش با ما هستند. صبغت چندی پیش در رقابتی که بین 40 کشور در کشور کمبودیا برگزار شده بود، در میان 4000 شاگرد تانست که مقام اول بر افغانستان کسب کنه. صبغت در 8 دقیقه 200 سوال ریاضی را حل کرده. این یک افتخار کلان گفته شده بر افغانستان، در رسانه های اجتماعی واکنش بسیار زیاد داشته، بسیار زیاد مردم روی ازی تبصره کردن. با صبغت صحبت میکنیم. سلام صبغت، خسته نباشی و چقدر خوش هستی که مقام بر افغانستان کسب کردی؟ من بسیار خوش هستم که به کشور کامبوجیا بیرق افغانستان بلند کردیم. به وقتی گفتن که اول شدی من بسیار خوشحال شدم. اما لحظه ای که گفتن از افغانستان صبغت مقام اول کسب کرده، چی احساس کردی و بیرق گرفتی؟ دکس معلوم میشه که بیرق افغانستان به دستت است و در روی استیج می دمو لحظه چی احساس کردی؟ من احساس خوب داشتم. ما با خود اطمینان داشتیم که افغانستان هم یک روز میتونه که یک مقام بالا رو بگیره به کشورهای خارجی. بسیار خوب. پدر صبغت محمد ضیا است و محمد ضیا دهلمند یک فلزکار است، یعنی زندگی عادی داره. با محمد ضیا صحبت میکنیم که در مورد صبغت بر ما بگوید، صبغت چی ویژگی داره، چطور به تو نبوغ رسیده، چطور میتونه که در 8 دقیقه 200 سوال ریاضی را حل کنه، کاری که افراد عادی نمیتونن. در مورد صبغت بفرمایید، بگوید که صبغت چی ویژگی داره. به نام خداوند مهربان، اول سلام خدا بر شما تقدیم میکنم. زیاد من سر واسطه شما به تمام افغانایی که چی داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان زندگی می برکنه شما تقدیم میکنم. وقتی که بر ما خبر رسید که صبغت الله مقام اول گرفته، ما یعنی از خوشی بسیار که از شکر خداوند میکردیم، ما گلون و مرخدا گرفته بود گپ زده نمیتونستیم، چرا که بسیار بر افغانستان مقام بسیار بالایی. اما لحظه شما کجا بودین و چی احساس کردین؟ ما در خانه بودم. ما به خاطر که ما از وقتی مسابقات میرفتم اومده بودم مراد، منتظر نتایج مسابقات بودیم. وقتی که خبر شنیدیم بسیار بسیار از خوشحالی بسیار دیگه ما را گریه گرفته بود. بسیار خوب. در مورد صبغت بگین، ویژگی های شخصیتی صبغت چی است؟ چیزی که مشخصاتی که صبغت از دیگه اطفال جدا میسازه و برجسته میسازه اونا چی است؟ صبغت الله ماشاءالله بسیار یک بچه لایق، بسیار بچه سنگین، در بین کل بچه بسیار بچه آرام و تلویزیون دوست نداره، تلویزیون نمیبینه، تلفون بیخی دوست نداره، نمیگیره در دست خود، یعنی تلفون هیچ اصلا کار نمیکنه دیگه. امرای در سر بسیار زده علاقه داره. در طفولیت هنگامی که نمیتونستن صحبت کنن، در او وقت چی مشخصاتی داشتن؟ یه تو مشخصاتی را شما مشاهده کردین یا متوجه شدین که از دیگه اطفال جدا باشه و در دیگه اطفال دیده نشه؟ در طفولیت، از طفولیت اول همتر است، همراه بسیار بازی نمیگن، گوشگیر هستن. گوشگیر، ایت گوشگیر هم نیست که مثلا به گوشگیر باشه، مثلا دوست داره که زیاد درسای خود مطالعه کنه، زیاد درس بخونه، بازی نمیکنه زیاد بخونه، مثلا میمانم اگه به بازی نمیکنم روشن مصروف درسای خود. حالی که صبغت این مقام به افغانستان کسب کرده و این افتخار آورده، در رسانه اجتماعی هم بینده عزیز امروز بسیار زیاد واکنش گسترده داشتی موضوع، در پهلوی موضوعات دیگه بسیار زیاد مردم تا مقامات و نهادهای مختلف تعلیمی و غیر تعلیمی روی این افتخاری که به افغانستان کسب شده بحث داشتن و گفتن که ایتو استعداد افغانستان است و باید از اینا استفاده شود. حالا که صبغت این مقام بر افغانستان آورده، خواستتان چی است، آرزویتان چی است و چی پلان دارین که صبغت باید چی کنه؟ در قدم اول ما طرف های درگیر در افغانستان می خواهیم که 100% باید صلح بیاد به خود افغانستان. اینا از خود گذشتگی نشان بدن، صلح بیاد افغانستان، چرا که اگر صلح بیاد اولاده ما شما بسیار زیاد خوب تحصیل می تانه بکنه انشالله. دیگه ما از دولت همی خواهش داریم همه تا استعدادهایی که در افغانستان پیدا میشه باید توجه خاص سر از اینا بکنه، چرا که از قدرت توان
یک آدم عادی مثل شما که فلزکار هست. از ویدیش برای ماده نمیتونیم. مثلا برای اینا باید امکانات رو برابر کنن، زمینه رو فراهم بسازه که تا اینا بتونه داینده برای افغانستان دستاورده بزرگ بزرگتر داشته باشه انشالله. که میتونه بیاره انشالله. از ما بچه های دیگه هم هست، اونا هم بسیار لایق هست. یک بچه دیگه هم از سبخت جان که بزرگتر از حجت الله بود، از مکتب افغانطور در صنف 8 هست. در بین صنف های در بین صنف های 8 اول نمره عمومی است. الحمدلله بسیار لایق. شما در مورد امکانات گفتین، در مورد بعضی از همکاری های گفتین که با ایتو از استعداد ها صورت بگیره. با شما که سبقت تا این قسمت پیشرفت کرده، چی همکاری تال از طرف حکومت و از دیگر نهادها صورت گرفته؟ از طرف حکومت هیچ کمک نشده. از طرف ما کمک مالی نمیخوایم زیاد. مقصد امکانات درسی از اینا را اگر یک جای بهتر بتانن بر ما فراهم بسازن، چرا که اینا آینده افغانستان هستن. تنها نه بر ما، بر ما خو نمیشه، بر کل افغانستان. ما امید داریم که انشالله اینا مصدر خدمت بگردن، بر کل بشر مصدر خدمت بگردن. ما امروز یک خوار به نام شکیلا زدران از امریکا لطف کرده بودن، یک مقدار پول برش روان کرده بودن به خاطر تشویقشان. دیگه کسی امروز ما کمک مالی نداره. تاله از نهادهای حکومتی کدام تماسی دریافت نکردین در مورد حمایت اینا، در مورد تشویق اینا؟ نه خیر. یک دوست دیگه افغانی بود از لندن، چند پیش دست در افغانی روان کردن که نخواستن نام خدا بگه، هیچ نام خدا نگفتن. از طریق ویسرنی نام برگرفتن بشن برای توفه گفت ما از خاطر سبقت را کردیم. و یک افغان دیگه ما شماد به نام حنیف شبگرد که بسیار رسام شیردست است. او وقتی گفت ما خبر شدم، یعنی دمو شب گفت ما خواه نکدم، گفت ما تا امی رسم سبقت ختم نکنم خواه نمی. گفت تا مخیرین لحظه که ختم شد باز وقت برای ما روان کرد که گفت ما بسیار رسم زیبا مقبول کشید. ما ازشان تشکر میکنم. خب شما در هلمند فلزکاری میکنین، یک پیشه است که عام است افغانستان، و در مورد زندگی خودتان بگوین. اینا در هرات درس میخوانن در مکتب افغانترک و شما در هلمند هستین، با دیدار اینا چقدر وقت بعد میرین که فامیلتان رو ببینین؟ و خود پیشه شما، کار شما چه قسمه است؟ مشکلاتتان چی است؟ ولی مشکلات در زندگی افغانستان شما میفهمین مشکلات سازی زیاد است. ما چون امکانات نیست زیاد زود رفتن نمیتونم. زود که برم سیم آباد بر دیدنشن میرم. سیم آباد به دیدن فامیلتان میرین. بیننده عزیز، شما میبینین که نبود امکانات باعث از این نمیشه که یک انسان، یک جوان، یک طفل نتونه رشد کنه و بر کشورش یک افتخار بیاره. پدر سبقت یک آدم عادی است، یک فلزکار است، و بعد از 3 ماه از هلمند میره به هرات که فامیل خود ببینه. پیامتان به او ایده از فامیل هایی که ایتو فکر میکنن که در نبود امکانات نمیتونه یک طفل یا یک جوان رشد کنه چی است؟ نیه فکر خوب نیست. درس و تعلیم در امکانات زیاد نمیشه. چرا شما میبینید بچه هایی که مثل فامیل های ماست که امکانات ناچیز دارن رشدشان زیادتر است. اکثر فامیل های ما شما در افغانستان که میبینیم ماشاءالله فامیل های بسیار بسیار پولدار هستن. اولین کاری که میکنن بر فرزنده خود موبایل که آخرین سیستم میشه برایشان میخره. ما بچه ها دیدیم که بسیار اصلاشان به اندازی سبقت است که اگر بپرسی که تلفون برد پدر چند، من زیاد پرسان میکنم، توجه دارم در این کار پرسان میکنم در چند خریده، میگه در 60,000 والی یا مثلا در 65 در والی. هیچ لازم نیست برای بچه خود تلفون بخره. تلفون آینده طفلش خراب میکنه. دیگه من از اونها خواهش دارم که باید زیاد توجه کنند در تعلیم اولاد خود. آینده افغانستان از طریق تعلیم از اونها بهتر شد انشاءالله. شما در مورد تلفن گفتین، سبقت پدر برای خود تال تلفن گرفته؟ نه خیلی. خوش داری تلفن داشته باشی؟ نه خوش ندارم. چی میخوایی به جای تلفن بخونی؟ درس بخونم. بسیار خوب. میخوایی تنها در ریاضی درس بخونی یا دیگه مضمون هم میخوایی؟ نه به کل دیگه مضمون های خود میخوایی. کدام مضمون بسیار زیاد خوش داری؟ ریاضی، انگلیسی، همراهی ترکی. بسیار خوب. انگلیسی و ترکی رو هم میفهمی؟ بله، هم ترکی رو کم میفهم، انگلیسی رو. بسیار خوب. خواستت، آرزویت چی است؟ در افغانستان چی میخوایی باشه؟ به افغانستان میخواییم که صلح بیایی بخیر تا که ما بتانیم بارامی درس بخوانیم و پیشرفت زیادتر کنیم.
یعنی حالی که صلح نسبی است و جنگ در بعضی از نقاط افغانستان جریان داره، خودتی افتخار آوردی. اگر صلح به بیشتر رشد خواد کردی؟ بله. بسیار خوب. ما از زیرمرز همی باشیم، ما از اداره افغانتر بسیار زیاد تشکر میکنیم. بسیار استادای مهربان دارن دایره، بسیار هم روشن مهربان، یعنی مثل استادش مثل مادرش هم روش رفتار میکنه. و از جناب رئیس شاکر وای بودم تشکر میکنیم، امروز تقدیر کردن شان خواسته بود در ریاست، بسیار بسیار مهربانی و لطف کردن. بدون شک نقش فامیل که از مادر و پدر شروع میشه و بعدا ماحول که در اونجا درس میخوانند، مکتب، استاد، اداری از اون مکتب، تأثیر مستقیم و بسیار عمده در تربیه یک طفل داره. سوال آخری است که بیندای عزیز، شما شاهد هستین که در افغانستان در دو دهه گذشته قبل از این اکثریت نفوس افغانستان جوان ها هستند و این جوان ها در دو دهه گذشته افتخارات بسیار کلانی را در بخش های مختلف مثل کانکور، مثل ورزش، مثل روبوت سازی و بسیار بخش های دیگه به افغانستان کسب کردن، در میدان های داخلی و خارجی اینا درخشیدن. به خاطر از این که از این ظرفیت موجود استفاده شود افغانستان و از این جوان ها به یک نحوی بسیار خوب استفاده شود، از فعلا از کسایی که در حکومت هستن، از کسایی که مخالفین هستن، از کسایی که در دوحه روی صلح چانه زنی میکنن، خواستتان چی است؟ خواست ما از همه چان همی است که باید از خود گذشتگی نشان بدن و یک صلح واقعی در افغانستان بیارن. چرا که همی تقریبا 40 سال از عمر ما گذشت، کل مردم افغانستان اگر شما بپرسین، شاید هم پرسیده باشین چی از غریب، چی از فامیلای متوسط، کلشان، کل افغانستان صلح میخواد. مگر صلح آمده نیست؟ ما چون صلح میاد افغانستان، صلح واقعیت داره یا نداره؟ ما از کلشان خواهش دارم که انشاءالله بین خود در تفاهم برسن تا زندگی مردم آرام شد. یعنی همه جناها باید از خود گذری نشان بدن؟ طبعا که اگر از خود گذری نشان ندن، باید مقام چوکی رو در نظر نگیرن، زندگی مردم عادی رو در نظر بگیرن، که زندگی مردم عادی بسیار به مشکلات میگذره. بیندای عزیز، شما دیدین که کلید تمام خوشبختی های مردم افغانستان در صلح نهفته است، چیزی که محمد ضیا پدر صبغت الله گفتن. برای دانستن جزئیات بیشتر در مورد این درخشندگی و این کامیابی که صبغت الله به افغانستان کسب کرده، معلومات بیشتر ما بعدا در صفحات فیسبوک صدا امریکا، در صفحات پشتو و دری نشر میکنیم، همچنان در وبسایت صدا امریکا شما میتونید جزئیات بیشتر تعقیب بکنین. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. وقتتان بخیر.